کاروان در حال خروج یا از شوروی تا پاکستان و طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: کاروان در حال خروج از شوروی تا پاکستان و طالبان. کاروان تانک های هاموی طالبان و قطعات پاکستان در مسیر جاده پنجشیر که در حال خروج از وادی پنجشیرند، این قطار در حال خروج تسلیحات سنگین ارتش چل شوروی در دهه 80 میلادی را به یاد می آورد. شوروی ها در هر دور یورش همزمان هوایی و زمینی بر پنجشیر 500 تا 800 تانگ سنگین را داخل دره می ساختند. وقتی جنگ چریکی شدت می گرفت، فرماندهی شوروی متوجه می شد که موجودیت این همه وسایل حربی سنگین در جنگ کوه و کمر بی تأثیر است و خطر تصرف آن به دست چریک ها بیشتر می شد. پس راه کابل را در پیش می گرفت. حالا نیز همان معادله اجرا می شود. طالب پوشش سنگین هوایی ندارد و صدها تانگ را داخل کرده بودند که مقاومت را صفر بسازند، اما بجز تسلط بر خط جاده و دامنه های کم ارتفاع دره های فرعی هیچ دستاورد حاصل نشد و با افزایش زخم زنی های چند طرفه از سوی مقاومتچی ها خطر شکست و عقب نشینی پر رنگ شده است. این سلاح ها را خارج می کنند تا به دست نیروهای مقاومت نیفتد. زمستان پیش رو سرنوشت طالبان در پنجشیر روشن خواهد شد. در همین حال سازمان ملل متحد از آنچه پیمان شکنی توسط طالبان میخواند ابراز نگرانی کرده است. این نهاد گفته است از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، وعده های مختلفی به مردم افغانستان از جمله زنان، دختران، اقلیت های قومی و مذهبی و کارکنان دولت پیشین دادند، اما تا کنون به این تعهدات عمل نکرده و مانع رفتن دختران به مکاتب و مشارکت زنان در دولت شدند. سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده است که این تعهد شکنی منجر به از بین رفتن رویای زنان و دختران در افغانستان می شود. این نهاد از طالبان خواسته است که به وعده هایش به زنان و دختران عمل کنند و به قوانین بین المللی پابند باشند. در همین حال طالبان میگویند که به تمامی وعده های خود متعهدند و جهان نباید در مسائل سیاسی و داخلی افغانستان دخالت کند. با گفته طالبان، آنان روی یک چارچوب کار میکنند تا بر اساس آن فعالیت و تحصیل زنان تنظیم شود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان وعده های مختلفی به مردم این کشور به شمول زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و کارمندان دولت پیشین داده و گفتند که از حقوقشان محافظت می‌کنند. طبق گفته‌های گوترش، اساس تمام این وعده‌ها امکان رفت و آمد زنان، کار و بهره‌مندی از حقوق اساسیشان و دسترسی مؤثر دختران به تمام سطوح تحصیلی همانند پسران بوده است. دبیر کل سازمان ملل اما تأکید کرده است که طالبان به این وعده‌ها عمل نکرده و او از این بابت نگران است. گوترش در حال از عهد شکنی طالبان ابراز نگرانی کرده که آنان در 16 سنبله سال جاری کابینه سرپرست خود را اعلام کردند. طبق اعلام طالبان، در کابینه آنان هیچ زن حضور ندارد و وزارت امور زنان نیز به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر نام یافته است. همچنان طالبان علیرغم اینکه گفته بودند به زنان اجازه کار در سایر ادارات را می‌دهند، اما تا کنون این وعده ها عملی نشده و زنان تنها در بعضی وزارتخانه ها اجازه حضور یافتند. کارمندان زن سایر وزارتخانه ها تا هنوز به وظیفه‌شان دعوت نشدند. در ضمن طالبان دختران دانش آموز صنوف 7 تا 12 را نیز اجازه رفتن به مکتب ندادند. آنان گفتند که روی چگونگی بازگشایی مکاتب دخترانه کار میکنند و در آینده نزدیک احتمال دارد که این مکاتب باز شود. با این حال دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده است که برابری جنسیتی همیشه برایش یک اولویت قطعی بوده است.
وی از موقف طالبان در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و گفته است که وفا نکردن به وعده ها منجر به از بین رفتن رویاهای زنان و دختران افغانستان می شود. از سوی دیگر با حذف شدن وزارت امور زنان، شماری از فعالان حقوق زن در ولایت های کابل، هرات، بلخ، نیمروز، غور، بدخشان، تخار، کاپیسا و پروان دست به اعتراض زدند. شعارهای محوری اعتراض ها را آزادی و سهیم بودن زنان در اولویت دولت جدید تشکیل می داد. به این اعتراض ها نه تنها که جواب داده نشد، بلکه طالبان با سرکوب اعتراض ها به زنان اجازه تظاهرات را ندادند. ذبیح الله مجاهد در واکنش به این تظاهرات گفته بود که با توجه به وضعیت کنونی کشور، هر گونه تجمع اعتراضی شورش به حساب می آید. این اعتراض ها اما تحسین دبیر کل سازمان ملل متحد را برانگیخته است. او گفته است که از شجاعت، مقاومت و عزم زنان و دختران افغان بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. آنتونیو گوترش تاکید کرده است که زنان و دختران باید در محراق توجه باشند، زیرا توانایی آنها برای یادگیری، کار، دارایی‌های فردیشان و زندگی با برخورداری از حقوق و عزت پیشرفت را مشخص می‌کند. طبق گفته های گوترش، 80% اقتصاد افغانستان غیر رسمی است و زنان در آن نقش پررنگ دارند. با گفته او، بدون زنان هیچ راهی برای بهبود اقتصاد جامعه افغانستان وجود ندارد. از این رو دبیر کل سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که با وعده هایشان به زنان و دختران عمل کنند و با مکلفیت هایشان مطابق به قوانین بین المللی حقوق بشر و بشر دوستانه پابند باشند. گوترش تصریح کرده است که سازمان ملل متحد همیشه با طالبان در مورد مسئولیت و امنیت همکاران خود، کمک های بشر دوستانه و دسترسی بلا مانع برای همه شمول کارمندان زن و حقوق بشر با تمرکز ویژه برای حقوق زنان و دختران دخیل است. با باور او، این یک زمان بسیار حیاتی است و اگر سازمان ملل و جامعه جهانی وارد عمل نشود و به افغانها برای مقابله با بحران کنونی کمک نکند، نه تنها افغانستان بلکه جهان نیز هزینه سنگین پرداخت خواهد کرد. همچنان آنتونیو گوترش از فروپاشی احتمالی اقتصاد افغانستان ابراز نگرانی کرده و از کشورهای جهان خواسته است که برای پیشگیری از این فروپاشی وارد عمل شوند و به اقتصاد افغانستان وجه نقد ترزیق کنند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.